دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. برای اطلاع از بازتاب این انتخابات در شبکه‌های اجتماعی همکارم بهروز صمدبگی در استودیو با ماست. بهروز، چه خبر از فضای مجازی؟ کاربران ایرانی چی میگن درباره انتخابات و حواشی اون؟ بله، بازتاب‌ها بسیار گسترده بوده از همون لحظات اولیه، حتی پیش از شروع آغاز رأی‌گیری که در ایران ساعت 8 صبح به وقت تهران بود واکنش‌ها شروع شد. تعداد بسیار زیادی عکس منتشر شد، اول از حوزه‌های خارج از کشور مثل نیوزیلند و یک سری عکس‌های هم مثل این عکس که می‌بینید مرتوجه قرار گرفت. یک دختر معلولی هست، توانیابی است که با پا رأی داده. این عکسی که می‌بینید از مقابل کنسولگری ایران در استانبول هست، اما این عکس یک طرح یا کاریکاتوری هست که خیلی زیاد شیر شد و باعث دامن زدن به بحث بین اونهایی شد که رأی نمیخواستن بدن و اونهایی که تشویق به رأی دادن میکنن. حتی الان که انتخابات در حال برگزاریه و در آخرین تغییر تحول مربوط به اون تمدید هم شده از سوی وزارت کشور ایران، بحث درباره رأی دادن رأی ندادن ادامه داره. در اون طرحی که دیدید کسایی که رأی نمیدادن به عنوان کسایی مقرور و یک دنده تصویر شده بودند. این رو دختر آقای موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز که این بار اعلام کرده در انتخابات شرکت میکنه و رأی میده، در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده بود، مورد اعتراض فرزند یکی از رهبران جامعه بهایی ایران قرار گرفت که در سال 59 روبوده شد و هیچگاه خبری از سرنوشتش پیدا نشد. فرزندشون، فرزند آقای میلانی، نوشته که اگر من رأی نمیدم و اگر قاتلان پدرم رو و کسانی که اونها رو تایید کردند رو واجد شرایط رأی دادن نمیدونم، به این معنی نیست که من آدم یک دنده و بیخیالی هستم. عکس های زیادی اومده از حضور سیاسیون، چهره های هنری، افراد سینمایی و همچنان هم ادامه داره.